خب اکنون در اکران های ما و شما با یک تک سفید رحمت الله بیگ فرهادوف است و این باشد قایم شکرانوف. هر دو هم نمایندگان تاجیکستان هستند که در مرحله چهار یک نهایی رویاروی هم دیگر قرار میگیرند. حیات داوران هم عوض میشوند برای حکمی کردن رقابتی نوبتی. با این طور رحمت الله بیگ فرهادوف با یک تکی سفید است، قایم شکرانوف باشد با یک تکی سبز رقابت را شروع میکنند. دو نماینده تاجیکستان. اکنون مبارزه این دو پهلوان تاجیکستانی برای روح یافتن به مرحله نیمه نهایی که آنجا احرار زیادالله از ازبکستان قرار دارد شروع میگردد. قایم شکرانوف در گوشتین های ملی سنتی هنرنمایی خیلی زیاد دارد، ولی تجربه رحمت الله بیگ فرهادوف زیادتر است. ماز در گوشتین ملی گوشتینگیری چی در گوشتین های میدانی چی در مسابقات رسمی اشتراکی فعال دارد رحمت الله بیگ فرهادوف و در رشته گوشتین جودو هم بارها در سطح بیرون از کشور نیروسنجی کرده است. خب البته آن تلاش و زحمت ها، آن دستگیری ها و تشبوس هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا زیر توجه سروری دولت محترم امام علی رحمان برای جهانی شدن گوشتین ملی بود، واقعا هم قابل تحسین و آفرین ها بود. و دستگیری های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در سمت اومویت این رشته و در سمت به جهانیون معرفی گردیدن گوشتین ملی خیلی زیاد است و مخصوصا دایر کردن مسابقات مختلف در شهر دوشنبه. و ما روز گذشته هم قید کردیم که مؤلف لباس یگانه گوشتینگیری البته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی است که ببینیم با یک طرز بسیار هم زیبا با جهانیان معرفی گردیده است یک تکی گوشتینگیری. هرچند ما تاریخ درودرازی از تاریخ درودرازی گوشتینگیری حرف میزنیم، ولی لباس یگانه خود را نداشت و ما با تجربه شهرداری دوشنبه لباس مخصوص گوشتینگیری هم روی کار آمد. البته وقتی که جهانی می شود، وقتی که ورزش اجدادی ما جهانی می شود، باید با طلبات همون جهانی سطح جهانی جوابگو هم باشد، یعنی داشتن لباس یگانه، داشتن سرود یا گیمنی همون رشته ورزش، نشانی خودی فدراسیون. اومان یک قطار از کارهایی است که در سطح جهانی باید جوابگو باشند که این چیز در سطح عالی از جانب تاجیکستان اجرا شد. آگاهی میگیرد رحمت الله بیگ فرهادوف، فشارهای قایم شکرانوف اکنون او را بدار میکند که کم فعال باشد. آگاهی میگیرد محمد فرهادوف هم برادری رحمت الله بیگ فرهادوف در وزن وزنین هنرنمایی میکرد در مسابقات مختلف. غالب این جفرو البته در مرحله نیمه نهایی پهلوانی بسیار هم چست و چلاک و
تجربه داری ازبکستانی انتظار است و فشاری رحمت الله بیگ فرهادوف در این حالت بدون نتیجه بود. این چیز رو هم خوب درک نمودن هر دو این پهلوانان که بعد از این رقابت چی خواهد شد، کی آنها را انتظار است. هنر قایم شکرانوف بسیار خوب بوده است در این حالت. براستی من گمان کردم که رحمت الله بیگ فرهادوف با آسانی تسلیم میکند حریفش رو، ولی هنر قایم شکرانوف هم بسیار خوب است. محمد فرهادوف هم یک لحظه برای ما و شما نشان داده شد، برادر رحمت الله بیگ فرهادوف. آگاهی میگیرد قایم شکرانوف و مجازات اکنون اینجا برابر میشود. البته بسیار خوشایند است که ببینیم اون داورانی که از کشورهای خارج آمدن همگی با لحن زیبای تاجیکانه امر میکنند با ورزشکاران. گیرت استد انا همین است. محمد فرهادوف برادر رحمت الله بیگ فرهادوف که برای برادر خود صدا میکند هیچی گونه گوشتین گیرد. خب گیرد استد آگاهی تنبه و مکنون تلاش قایم شکرانوف با امتیاز پهلو اینجا به انجام میرسد. بسیار هم حالت موافق برای قایم شکرانوف. اصلا اینجا زیدی حمله بود، چرا که نخست رحمت الله بیگ فرهادوف میخواست حریف را به سمت دیگر پرتاب کند، ولی با سر زانو نشستنی قایم شکرانوف و حرکت یوتو باخیر امتیاز پهلو را میارد برایش، ولی داور میخواهد از نوارهای تکراری استفاده کند به خاطر مطمئن شدن یعنی که قراری براوردهش درست بود یا نه. اینجا 100% باید امتیاز پهلو باشد، چون یگان حالت غیر قایده استفاده نشد. 100% سری زانو نشست قایم شکرانوف و فشار را تا با آخر ادامه داد که امتیاز پهلو گردید. خب این را باز داوران خوبتر قضاوت میکنند، تحلیل میکنند و اشاره میشود که اینجا پهلو نبو حلال است. حرکت قایم شکرانوف از جانب داوران حلال بها گذاری میشود و او به مرحله نیمه نهایی وزن 78 کیلوگرمی مردان می رود که آنجا بر مقابل احرار زیادولایف از ازبکستان نیروسنجی می کند. این رقابت البته دیدنی خواهد بود. همین حالت بسیار موافق بود. یگانه چیزی که برای قایم شکرانوف کمک کرد تا با آخر
فشار را ادامه داد تا به نقطه نهایی رفت و بالاخره موفق هم گردید.